سلام امیدوارم که خوب باشین امروز هم قراره یکی دیگه از اون افکت هایی که فرستاده بودین خواسته بودین نشونتون بدم میتونم بگم یه افکت تقریبا کرمیه که رنگا رو میاد یک دست میکنه میبره به سمت خونسا بودن عکستون یه حالت شاید مینیمالی پیدا کنه تمرکز روی سوژه بیشتر بشه حالا یه توضیحات اضافه تی داره این افکت که آخرش بهتون میگم و اینکه ویدیو جز اونایی نیست که بخوام بهتون توضیح بدم که داریم چکار میکنیم صرفا فقط عدداشو بهتون میگم چی وارد کنیم که خیلی هم کوتاهه بس که وقت طرف نکنیم بریم شروع کنیم مثل همیشه یه کپی از عکسم میگیرم روش کلیک راست میکنم کانورت تو اسمارت ابجکت رو میزنم میام تو قسمت فیلتر کمر را فیلتر رو باز میکنم اینو قبلا بهتون گفته بودم بازم تاکید میکنم که اگر عکسی میفرستین که افکتشو میخواین اولا سعی کنین عکسایی که توی نمونه خارجی میبینین بفرستین حالا باز بهتون میگم که چرا و اینکه اون عکاس پیج یا هر چیزی که هست یعنی عکس متعلق به هر کی که هست به هم بگین که من اونجا به عنوان رفرنس توی لایت روم این عکسو بذارم بعد بریم برسیم به افکتی که داره یعنی اینجوری نباشه که صرفا عددا رو بهتون بگم اونجوری فکر کنم بهتره پس وقتی عکسی میفرستین اولا سعی کنین از ایرانی ها نباشه دلیلش مفصله حالا تو ویدیو بعدی بهتون میگم و اینکه حتما حتما اسم عکاس پیجش هر که هست رو بفرستین که توی ویدیو اسمشو بگیم یا تو دیسکریپشن پیجش رو بذاریم یا هر چیزی شبیه به اون توی قسمت بیسیک اول از همه میام مقدار تمپرچر رو میذارم روی چهارده مقدار تینتو میذارم روی منفی دو با مقدار اکسپوژر کاری ندارم من ولی عکستون خیلی تیره یا روشن هسته شما میتونید با اکسپوژر اینجا دستکاریش کنید تغییرش بدین بهتر بشه مخصوصا اگر که عکستون را گرفته باشین اگر که اطلاعاتی راجع به را عکسی که فرمت را باشه ندارین بهم هم بگین که راجع بهش ویدیو ضبط کنم مقدار کنتراست رو میذارم روی 26 تبو میزنم بر بعدی با مقدار هایلایت کاری ندارم مقدار شدو رو میذارم روی مثبت 44 وایت روی مثبت 28 بلک روی مثبت 26 مقدار کلاریتی رو میذارم روی منفی 14 مقدار دی رو میذارم روی مثبت 6 مقدار وایبرنس هم روی مثبت 20 تو قسمت بیسیک کارم تمام شده این افکتی که تا اینجا دارین میبینین هیچ ربطی به اون نتیجه نهایی نداره به خاطر اینکه قسمت کالر میکسر یکی از مهمترین قسمت هاست هر تغییری که اینجا میدیم واقعا تاثیر خیلی زیادی میتونه روی افکتمون داشته باشه مقدار هیو رنگ رد رو میذارم روی منفی چهل بعدی روی سیزده یلو روی منفی بیست و دو, دو منفی چهارده برای گرین مثبت دو برای آکو منفی دوازده برای بلو مقدار مجنتا و پرپلو رو معمولا تغییر نمیدیم ولی من اینجا اینو پرپلو رو میزنم روی مثبت چهار بعد میام تو قسمت سچوریشن تغییرات اصلی افکتمون همینجا اتفاق میفته منفی پنجاه برای رد منفی سی و چهار اورنج منفی پنجاه و هشت یلو منفی 72 دو دو برای رنگ سبزمون منفی 100 برای آکوا منفی 52 برای 52 برای آبی با پرپل و مجنت هم کاری ندارم تا اینجا ببینید چه اتفاقی افتاده یه ذره بیرنگ و روی پس تو قسمت لومیننس میام یه ذره کنتراست بیشتری ایجاد میکنیم با تغییر دادن تیرگی روشنی هر کدوم از اکسا مثبت 38 برای رد منفی 28 برای نارنجی منفی 26 زرد منفی 20 گرین مثبت 100 برای آکوا اینجا اگر که تو عکس خودتون دیدین خیلی اتفاق ناجوری داره میفته کوه رو نگاه بکنین این که چه تغییری میتونه بکنه اگر خیلی زیاد بودین مثبت 100 رو یه ذره مقدار کمتری بذارین برای بلو 93 با پرپل و مجنتا هم کاری ندارم اینم تغییر اساسی که اینجا تو قسمت کالر میکسر اتفاق افتاد آخرین کاری که میخوام بکنم که تو قسمت کالر گریدینگ هایلایت رو انتخاب بکنم مثبت چهل و که یعنی منفی نداره دیگه مثبت چهل برای هیوش تو قسمت هایلایت سچوریشنش uh, رو میذاریم روی چهار بعد میام تو قسمت شدوز هیوش رو میذارم روی دیویست سی سچوریشنش رو میذارم روی سیزده تا اینجا بلندینگ و بلنسش هم میخوام تغییر بدم مقدار بلندینگ رو روی مثبت صد میذارم مقدار بلنس هم روی یکی قبل و بعدش ببینیم یه توناج گرم خیلی ضعیف یعنی خیلی زیاد نیستش اتفاقی افتاده قبل و بعدش رو ببینیم چیکار کرده تا از این افکت بهترم توی کانال هست اینو الان من گفتم بخاطر اینکه عکس فرستاده بودین یه مجموعه چند نفر که اینو بگو این شاید واقعا بدون اوکی شو اگه خواستین سیو بکنین این سه نقطه رو میزنین سیو سیتینگ رو میزنین تیک وایت بالانس و اکسپوژر رو بردارین سیو رو بزنین برش یه اسمی انتخاب کنین چرا میگم از این بهترم هست به خاطر اینکه الان من رو عکس دیگه هم بزنین ببینیم مثلا روی این عکس اجرش کردم مورد علاقه من نیست چون یه ذره اومده اکتور دی کرده خب تا اونجا مشکلی نداریم ولی یه ذره بی حاله دیگه خیلی اونجوری هم نیستش که روی صد درصد در ها بخواد جواب بده دارم قبل و بعدش رو خیلی سریع نشونتون میدم میبینین به نظرم این افکت هایی که توی کانال بودن تا اینجا بهتره اگر میخواین عکسی بفرستیم میبینین که من افکت هر عکسی که میفرستین و توی دایرکت پیامش بیاد و نشون میدم ولی خب مثلا سعی کنین چیزایی که کاربردیتره تره همه میتونن استفاده کنن به نظرم اونجوری بهتره تا اینکه صرفا یه دونه عکس بخواد باهاش خوب بشه شاید ارزش این که بخواین اصلا این افکت رو سیو بکنید نداشته باشه حالا نمیگم الان این ارزشش رو نداره رو عکساتون امتحان بکنین من رو عکسای خودم ترجیح میدم از اون مثلا افکت قهوه‌ای طلا یا خیلی از قهوه‌ای دیگه ای که توی کانال هست از اونها استفاده بکنم بازم تاکید میکنم حالا توی ویدیوهای بعدی بازم میگم فقط افکتایی که با این شرایط باشه یعنی عکسایی که با این شرایط میفرستین و افکتش رو آموزش میدم یکی اینکه ایرانی نباشه باز بهتون بعدم میگم چرا و اینکه اسم عکاس پیج عکاس هر چی که هست رو بفرستین یعنی عکسشو کراپ نکنین بگین این افکت و آموزش بده به که اینکه میخوام توی ویدیو معرفیش کنم بگم پیجش اینه اگه خواستین بریم ببینید بقیه نمونه کاراشم با این حالت اگه بفرستین حالا یه گروه زدم که اونجا اگر بفرستین که چه بهتر چون دایرکت یکی در میون یه خط درمیون نشون میده نمیده نمیدونم اصلا یه داستانایی داره که توی اون گروه بفرستین خیلی بهتره تو ویدیو بعدی خیلی زود میبینمتون یادتون نره ویدیو رو لایک کنین فعلا خدافظ